سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در ویدیوهای قبل روش‌های کسب درآمد در اینترنت رو به شما یاد دادم و آموزش که امروز، البته ویدیویی که امروز به شما ارائه میشه، اصلا هیچ ارتباطی به روش‌های کسب درآمد نداره، بلکه شاید برای عده‌ای از دوستانی که قصد داشتن روزی روزگاری به ترکیه بیان و اقامت ترکیه رو دریافت کنن و در ترکیه زندگی بکنن، به خاطر رفع تحریم ها و خروج تحریم ها و ارتباط نزدیکشون با کشورهای دیگه میخواستن این حرکت رو بزنن. متاسفانه قوانینی در دولت ترکیه وضع شده که این قوانین مانع کوچیکیه برای جلوی پای افرادی که قصد داشتن این حرکت ها رو بزنن. امروز میخوام در مورد قوانین که شرایط تمدید اقامت توریستی ترکیه بهتون بگم که از 1 ژانویه 2020 برای اتباع خارجی به 1 سال محدود شده و همین عامل برای اینه که خیلی از دوستانی که در ترکیه بودن از ترکیه خارج بشن و عملا به ایران برگردن، و یا حتی افرادی که مقیم این کشور بودن با مشکل تمدید اقامتشون برای سالهای بعد روبرو شدن. بر اساس مصوبه جدیدی که در اداره اتباع خارجی و حفاظت بین الملل ترکیه اتفاق افتاد، اتباع خارجی به جز شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه و اقتصادی اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین از 1 ژانویه سال 2020 اقامت موقت گردشگری رو به مدت 1 سال اخذ میکنن. این به این معنیه که اگر شما برای اولین بار به ترکیه میایید و میخواهید اقامت بگیرید، فقط به مدت 1 سال میتونید اقامت بگیرید، دفعه دوم برای شما تمدید نخواهند کرد. مطابق این طرح جدید، متقاضیان تمدید اقامت موقت توریستی تنها میتونن حداقل پس از گذشت 1 سال از پایان مهلت اقامت 1 ساله توریستی خودشون دوباره به دریافت این اقامت مراجعه بکنن. یعنی اینکه شما الان امسالت تموم شد، باید برگردی به کشورت و 1 سال بعد دوباره برای دریافت اقامت خودت اقدام بکنی. به گفته مسئولین اداره مهاجرت ترکیه، مراجعت هایی که قبل از تاریخ 1 ژانویه سال 2020 انجام گرفته ولو تاریخ رجوع اونها بعد از این تاریخ نیز موخور شده باشه، مورد ارزیابی قرار میگیره. این برای اون دسته از افرادی بیشتر مورد توجه که از مدت زمان اقامتشون تا سال 2020 الان اگر 60 روز مونده باشه میتونن برای اقامتشون اقدام بکنن. بر این اساس اتباع خارجی از جمله شهروندای ایران میتونن پس از پایان مهلت اقامت موقت توریستی طبق مقررات موجود بین کشور مطبوع و ترکیه به کشور ورود و خروج بکنن. اتباع خارجی در هر 180 روز مجموعا میتونن 90 روز توی کشور ترکیه بمونن. در همین زمینه متقاضیان در صورت پایان مهلت اقامت توریستیشون و حائز بودن شرایط لازم میتونن از موارد دیگری مثل تحصیل، مالکیت اموال غیر منقول یا اجازه کار یا همون چالش مایزین در ترکیه استفاده بکنن. تمام اینها هم در سایت ای اقامت کوچ ادارسی که مربوط به اداره ثبت افرادی هست که برای دریافت اقامت اقدام میکنن قابل مشاهده است. اگر شما بتونید توی این مدت زمان، یعنی اگر بعد از پایان این موردی که الان دولت ترکیه اعلام کرده، بتونید اجازه کار دریافت کنید، میتونید در ترکیه تا مدت زمانی که اجازه کار شما اعتبار داره میتونید باشید. اما اگر اقامت تحصیلی دریافت کرده باشید، تا زمانی که شما دانشجو باشید میتونید در ترکیه بمونید و از شرایطی که موجود هست برای خودتون میتونید استفاده بکنید. اما اگر شما پناهنده باشید که اون بحث جداست، اما اگر اقامت داشته باشید بعد از 1 سال و اولین کارت اقامت توریستی که دریافت کردید، دیگه امکان تمدید شما وجود نداره، مگر اینکه جز این دو مورد باشید، یعنی یا دانشجو باشید یا کار تهیه بکنید، و یا اینکه میتونید با خرید یه ملک با هر مبلغی در ترکیه میتونید به راحتی اقامت خودتون رو دریافت بکنید. دیگه بهتون بگم که خب برای اون عده دوستانی که در ایران هستن، اگر با گذرنامه خودشون وارد خاک ترکیه بشن، با گذرنامه‌شون برای دفعه اول تا 90 روز یا 3 ماه میتونن در ترکیه بدون دریافت ویزا باشن و بعد از اون باید از کشور خارج بشن. در غیر این صورت الزاماً باید مبلغی رو به عنوان حق خاک به دولت ترکیه پرداخت بکنن. اقامت توریستی 6 ماهه یا همون دفترچه اقامت، اگر شما از کشور، از شهرهای کوچیکی در ترکیه مثلا آغری، دوبایزی، ترابزون، ریزه یا مثلا یالووا یا به عنوان مثال
کجا بهتون بگم، هر شهری که فکر میکنید تو ترکیه شهرهای کوچیک هست غیر از این مراکز اصلی قرار باشه اقامت بگیرید، تقریبا با اقامت های 6 ماهه در اختیارتون قرار میگیرید. شما توی این 6 ماه باید وضعیت خودتون رو انتخاب بکنید که یا قرار توریست باشید توی این شهر و یا قرار به عنوان فردی باشید که قرار اقامت داشته باشه، و باید توی این مدت زمان بابت دریافت اقامت خودتون طبق اون مواردی که مشخص شده به راحتی اقدام بکنید. خب برای دریافت خود بحث اقامت هم شما میتونید به آدرس مستقیم این صفحه اقامت کوچه دارسی مراجعه بکنید و خودتون میتونید اینجا فرم درخواست اقامت رو به صورت مستقیم تکمیل بکنید و بعد از اون بر اساس وقت راندووایی که در اختیارتون قرار میگیره و با در دست داشتن برگه های ترجمه شناسنامتون، تصاویر یا عکستون و بعد هم سیگورتا یا همون بیمه و اجارنامه خونتون که همشون باید نوتری شده باشه میتونید مراجعه بکنید به این سایت و مدارکتون رو آپلود کنید اگر برای اولین باره، و بعد به شما وقتی رو تعیین میکنه که شما بعد از مراجعتون به اداره امنیت باید ضمن شرکت توی مصاحبه پلیس در صورتی که پلیس از شما مدارکی مبنی بر دلایل حضورتون در ترکیه خاص رو بتونید ارائه بدید. ممکنه بعضی از افسرانی که مسئول پرونده و رسیدگی به این مجموعه هستن از شما دریافت صورت حساب بانکی داشته باشن، درخواست صورت حساب بانکی داشته باشن که الزاما شما باید حتما توی یکی از حساب‌ها بر اساس نامه‌ای که بهتون میدن حساب باز کنید، مبلغی رو به عنوان دپوزیت قرار بدید و بعد میتونید مجدد برای دریافت اقامت خودتون اقدام بکنید. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. من آدرس سایت دریافت اقامت ترکیه رو حتما در انتهای ویدیو براتون میذارم که میتونید از طریق اون لینک مستقیم این صفحه وارد بشید و ثبت نامتون رو برای دریافت اقامت انجام بدید. ممنون از وقتی که گذاشتید. لطفاً ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر پسندیدید نظر بدید و اگر خوشتون اومد از ویدیو حتما لایک کنید. کانال من رو هم در یوتیوب میتونید محمود بی سرچ کنید و بعد سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم براتون میاد، اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوها بعد از آپلود زودتر از بقیه در اختیار شما قرار بگیره. ممنون از وقتی که گذاشتید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.